رابطه فرهنگی ایران و فرانسه به بیش از یک قرن گذشته باز می‌گردد، ولی شاید بتوان گفت که این رابطه بیشتر با روشنفکران ایرانی گره خورده تا واقعیت جامعه ایران. مرور مطبوعات فرانسوی در روزهای منتهی به انقلاب گواه نگاه مثبت روزنامه‌نگاران فرانسوی از وقوع انقلاب دموکراتیک در ایران دارد. اما آنطور که آصفه برات از نوفل و شاتو گزارش می‌دهد، این نگاه مثبت چند ماهی بعد از پیروزی انقلاب تغییر کرد. چهره‌ای که فرانسوی‌ها از ایران داشتند. داستان‌های هزار و یک شب که همه شخصیتاش فرانسوی زبان بودند. اینجا خبری از تاریخ، فرهنگ یا واقعیت‌های اجتماعی ایران نیست. فقط رویای لوکس و قدرت که منبع درآمد برای مجله‌های فرانسه بود. زمانی صفحه‌های مجله‌هایی مثل پریمچ پر می‌شد از زرق و برق زندگی شاهنشاهی، اما با زیر سوال رفتن بقای سلطنت در ایران، در فرانسه هم ورق برگشت. اون روزها فیلیپ روشو خبرنگار ویژه شبکه تلویزیونی فرانس دو بود. او متخصص مسائل خاورمیانه است و قبل و بعد از انقلاب هم در ایران کار کرده. مصاحبه‌های خمینی رو خیلی خوب یادمه. خیلی گیج کننده بود. جمله‌هاش خیلی خیلی طولانی بودن. بیشتر کلیگویی بود. زیاد ارائه نمیداد. ولی چیز دیگه‌ای هم که برام خیلی تکان دهنده بود، این بود که خبرنگارای زن اون موقع گله می‌کردن که خمینی هیچ وقت به اونها نگاه نمی‌کنه و زن‌ها رو نادیده می‌گیره. در ضمن اون خیلی کم تو چشای آدما نگاه می‌کرد. عادتش این بود که روشو اونور کنه. ولی خب باز یه جوری شخصیت مرموزی داشت و بعدها که برگشت ایران دیدیم چه ابهتی داشت. برای کشوری سکولار مثل فرانسه که در گذشته جدایی دین از سیاست رو با بهای خون پرداخته بود، چطور قابل باور شد که یک روحانی میتونه دموکراسی برقرار کنه؟ به نظر من جنبه مذهبیش یه موضوع فرعی بود، چون اولویت آزادی زندانیان سیاسی بود، مثل ژان پل سارتر که از زندانیان سیاسی در ایران حمایت میکرد و از همه اونهایی که باهاش عقاید مشترک داشتن استقبال میکرد. بنابراین آیت الله خمینی داخل این چارچوب قرار میگرفت، ولی نه به عنوان یک روحانی. من خودم هم همچین طرفدار روحانیون نیستم، ولی در وجود این مرد چیزی میدیدم که میتونه کمک کنه برای آزاد کردن کشور و برای بهتر کردن وضعیت حقوق بشر در ایران. آمریکا شاهر از کار بیکار کرد. قیام پیروز شده در تهران. تیترهای روزنامه های فرانسه با ناآرامی ها در ایران داغ و داغتر می شدند. پیروزی انقلاب در ایران. مجاریته لپرس اتی پرو ریولوشن. اکثریت مطبوعات فرانسه حامی انقلاب بودند، به خاطر اینکه در غرب مخصوصاً در بین روشنفکرها شاه خیلی محبوب نبود. میگفتند که تو ایران سرکوب شدید و فقر زیاد بود. زندانیان سیاسی زیادی داشت، مخصوصاً توی زندان اوین. من اون تظاهرات رو که میدیدم شگفت زده میشدم که چطور میلیون‌ها نفر جونشون رو به خطر میندازن و برای اعتراض به خیابون میان. برای همین چیزا بود که مطبوعات فرانسه این انقلاب و این جنبش آیت الله خمینی رو مثبت میدیدن. اما وقتی که رسید ایران، خب نحوه حکومتش رو دیدیم که خیلی سلطه‌گر و خشن بود. اون بعضیا رو از زندان اوین بیرون آورد، ولی همزمان زندانیای سیاسی دیگری رو وارد اوین کرد. این اتفاقات دیگه وجهه جمهوری اسلامی رو در غرب تخریب کرد. Rabaisser la réputation de la République islamique en Occident après tous ces événements-là. اما بعد از انقلاب سه ماه بیشتر طول نکشید که ذوق و شوق پرید و جاش رو به نگرانی‌ها داد. نگرانی برای حقوق زنان، دگراندیشان، فعالان سیاسی، اقلیت‌های مذهبی. C'est là qu'on a vu que la nature du régime ne correspondait pas forcément à ce qu'on avait imaginé. اینجا بود که دیدیم اصول این رژیم اون چیزی نبود که تصور می‌کردیم، به خاطر اینکه مذهبی‌ها به زور قدرت خودشون رو تحمل کردن. مثلا قبلا زن‌ها میتونستن بدون حجاب بگردن یا دامن بپوشن، ولی خیلی سریع دیدیم که حجاب اجباری شد و موضوع حجاب در فرانسه همونجوری که میدونین موضوع حساسیه. فوراً فکر کردیم که وای، یک رژیم تاریک اندیش داره شکل میگیره. خیلی زود مایوس و ناامید شدیم. گفتیم که آخرش یک رژیم دیکتاتوری دیگه جایگزین رژیم دیکتاتوری شد. فهمیدیم که در تحلیلامون خیلی جاها اشتباه کرده بودیم.
در این دهکده که کمتر از 3000 نفر ساکن داره، هر سال تعدادی ایرانی مراسم سالگرد رفتن روح الله خمینی به ایران رو برگزار می کنند و 40 ساله که به مطبوعات فرانسه و مخاطبانش یادآوری میشه که انقلابی که از اون حمایت می کردن و اون رو مردمی و با گرایشات چپ می دونستن، اون چیزی نشد که انتظارش رو داشتن. آصفه برات، بی بی سی، نفل و شتو. احمد سلامتیان نماینده دور اول مجلس ایران از پاریس با ماست. آقای سلامتیان، از سال 1344 تا 17 آبان 57 در فرانسه بودند و فضای مطبوعاتی اون روزهای فرانسه رو به دقت بررسی کردند. آقای سلامتیان، چه شد که روزنامه نگاران دقیق فرانسوی هم نتونستند پیش بینی بکنند آنچه که بعد از انقلاب اتفاق افتاد؟ ببینید، به نظر من اگر نگاه بکنم در اون مدت 14 سالی که قبل از برگشتن به ایران در فرانسه بودم و به طور دائم هم از سال 1965 یعنی 1354 خودمون با مطبوعات عمده این کشور در ارتباط بودم، در ارتباط و مسئله ایران، مسئول اصلی این که فرانسوی ها تعدادشون به خصوص اونایی که از تلویزیون بودن و در نه در مطبوعات نوشته اینطور نبود، به مسئله ایران به یک نگاهی نگاه بکنند که فقط مسئله آزادی ها و حقوق بشر رو ببینند، همون نحوه سیاست تبلیغاتی خود نظام گذشته بود که منکر هر نوع تخلف از حقوق بشر در ایران می شد. من یادم نمیره یکی از روزها یک آقایی به اسم ادوارد سابلیه که رئیس رادیو تلویزیون فرانسه بود، از دوستان نزدیک آقای هویدان بود. ببخشید، با این داستان بهتر از هر چیزی میتونم براتون شرح بدم. آقای سابلیه در رادیوی فرانسه یک برنامه‌ای با شاه گذاشته بود که برنامه عجیب غریبی بود. برنامه‌ای بود به اسم تلفن زنگ می‌زند و مستقیم یه شخصیتی با عده‌ای خبرنگار و تماشاچی در اون سالن بحث و گفتگو می‌کرد. همین که شاه این مصاحبه رو پذیرفته بود امر شگفتی بود. اما یک جایی ادوارد سابلیه سوال کرد از شاه که وضع حقوق بشر چیه؟ گفت ما این همون رفتار رو که در فرانسه میشه خواهیم کرد. گفت یعنی شما میخواید بگید یک متهم و بازداشتی در فرانسه همون حقوقی رو داره که در ایران داره؟ شاه برجش گفت البته، قطعا. سالن خندیدن دی. ببینید، فرمی اقراق میشد در این که در ایران هیچ تخلفی وجود نداره که دیگه برای عامه فرانسوی هم باور کردنی نبود، وگرنه دولت گذشته سرمایه گذاری عظیمی برای کار تبلیغاتی خودش میکرد. اما بالاخره فرانسه کشوری است با تکثر مطبوعات، یه حد آزادی مطبوعات. مطبوعات به طور کلی وظیفه عمدهشون این بود و هست که یک خبر رو ارزیابی بکنن، منابع مختلف رو ببینن، طرفین دعوا رو باش گفتگو کنن. متناسب با این من میگم سیاست مطبوعاتی وابسته های مطبوعاتی ایران در خارج از کشور و در داخل خود کشور که تعدادشون هم زیاد بود، میلیون ها دلار هم خرج میکردن برای ساختن چهره ای که میخواستن ارائه بدن، به علت همین عدم قبول اینکه ذات و طبیعت مطبوعات غربی تکثر و نقد و پاسخ و سواله زیر سوال رفته بود. کار به اونجای رسید که در روز ماجرا اگر حکومت ایران قدم مناسبی هم برمی داشت، افکار عمومی به این راحتی نمیپذیرفت. کار به اونجا رسید. کجا ورق برگشت آقای سلامتیان؟ شما میگید که تا چندین و چند سال اصلاً ضعف‌های حکومت شاه رو نمی‌دیدند. در کدوم مقطع شروع کردن حمایت از انقلاب؟ قدم به قدم. اگر بخوام بگم، یه مرحله اولش خود سال 1342 و نحوه برخورد با 15 خرداد و نیروهای مخالف دیگه است. یه مرحله بعدیش جشن‌های 2500 سال است. یه مرحله بعدیش مسافرت‌های آقای ژیسکار دستان و شاه در سالهای 1975-76 چندین بار به ایران و فرانسه است که در اون شاه بازی کار دیگه کرد. یک باری قبول کرد که با 4 خبرنگار مستقیما در تلویزیون فرانسه گفتگو بکنه و در اونجا یه خبرنگاری راجع به مسئله
شکنجه زندانیان سوال کرد. شاه عصبانی شد، کلن منکر شد و پاسخ او گفت اینهایی که بازداشت شدند آدم کشند، باندی و تیور هستند. بلا فاصله فردای اون روز دو وکیل فرانسه و وکلایی هم که حرف رو میزنن پول گرفتن. دو تا وکیل فرانسوی شکایت کردن قانون فرانسه حقی را قائل بود که به افراد اجازه پاسخ میداد. به اون دو تا وکیل اجازه ندادن به دلایل مختلف. توافق شد که به بنده که به عنوان اینکه دانشجویان ایرانی زیر سوال رفتن اجازه صحبت در تلویزیون فرانسه بدن. اولین باری بود که من در تلویزیون فرانسه بودم و در تلویزیون فرانسه مسئله اصلی که مطرح شد بیش از اینکه مسئله شکنجه باشه، برنامه را اداره کننده آقای ژاک بوشهر بود، گفت ثبات خاورمیانه جلوی شاه. و من گفتم این ثباتی است که به ارگانیسم یک فرد ارتباط داره. باور کنید هیچ اطلاعی از بیماری شاه نداشتم، اما خود این نوع خبر مطلق دادن و یک سویه دادن منجر به این شده بود که اعتبار هر نوع خبر درستی هم که از ایران دوره شاه و ماهای آخر میمد زیر سوال رفته بود، وگرنه فرانسوی ها کسایی نبودن که شیفته ابا عمامه آقای خمینی باشن. خب آقای سرمتیان، روزنامه نگارای فرانسوی اون دوران که با آیت الله خمینی مصاحبه میکردن، آیا سوالهای اینچنینی رو از او هم میپرسیدند؟ آقای خمینی مدت کوتاهی در فرانسه بود و در زمانی که در فرانسه بود بیشتر چهره خود او تحت تأثیر حوادثی بود که در ایران اتفاق می‌افتاد. ببینید آقای خمینی از روزی که اومد، من تا 5 هفته بعدش اینجا بودم، بعدش برای 14 سال رفت، بعد از 14 سال رفتم ایران. برای چی؟ برای اینکه متوجه بودم حادثه در ایران می‌گذرد. آینه حادثه در نوفل و شاتوس و حادثه ایران منجر به این بود که هر کسی می‌رفت ایران می‌مد. باز یادم میاد اصطلاحی که یک روزنامه‌نگار فرانسوی که خیلی هم سکولار بود، ضد مذهبی بود، یک تصویری رو از ایران داد که گفت در مورد حوادث عاشورا که پرچم عزای حسین رو عکس خمینی رو روش زدند و مردمی که معترضند یه عده‌شون میگن خمینی امام ماست، همون ها میگن مصدق رئیس ماست، مصدق دیگه نیست. و به این علت بود، ببینید ایران بود که انعکاس میداد، نه فرانسه بود که در اون زمان بر افکار عمومی ایران حکومت میکرد. صد نه، چون که ما موضوع امشب ما اینه که در مطبوعات فرانسه چطور به این موضوع پرداختن. ما در روزهای گذشته به حوادث ایران پرداختیم. متشکرم از شما آقای سلامتیان، نماینده دور اول مجلس ایران بودید. متشکر از گفتگویی که با ما داشتید. به پایان این بخش خبری می رسیم. از طرف من و جمال فعلا خداحافظ.